بانم وید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه همسفر همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه های دیدنی کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان گلستان، شهر زیبای گرگان هست. سوژه گزارش امروز برنامه همسفر بافت تاریخی شهر گرگان هست. ما الان در بافت تاریخی درب نو هستیم و میدانی که به هر حال به همین نام هست، جناب استاد معطوفی عزیز، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده، در خدمتشون هستیم. سلام علیکم شما بینندگان همسفر. درود دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه همسفر. همطور که اشاره شد، محله میدانی که از محله‌های قدیمی گرگان یا استراباد سابق و در این محل یه گذر معروفی به نام درب نو است که مدرسه امادیه‌ای که ما در خدمتتون هستیم برای معرفی در همین گذر درب نو محل میدان واقع شده. مدرسه امادیه بر اساس اسنادی که در اختیار ما است، البته تک سندی که گویاترینشه، این سند متعلق به سال 1096 و یکی هم 1097 هجری قمری، یعنی دوره صفوی، تقریبا 400 خردی سال پیشه. بنابراین اساس و فوندانسیون مدرسه رو در اون زمان درست کردن. عنایت داشته باشید که در دوره صفوی، به ویژه در دوره شاه عباس، ساخت مدارس، آبانبارها و همچنین کاروانسراها و خیابانها و جاده‌های فراوان در دستور کار حکومت مرکزی قرار گرفته بود. شاید یکی از مدارس قدیمی که فعلا وارثش ما در گرگان هستیم، متعلق به حضرت صفوی، به همین مدرسه امادیه بوده که در اون زمان ساخته شده. البته بر اساس اسناد دیگری که وجود دارد، به صورت تلویح هم بهش اشاره شده، خاندان بزرگ حسینی استرابادی که شخصی به نام عماد الدین برجسته ترین فرد این خاندان بوده، به احتمال میدیم، ما احتمال زیاد، ایشون مؤسس این مدرسه باشه. و اگر این سند موثق رو مورد توجه و مداقه قرار بدیم، باید بگیم که این مدرسه قدمتش بیش از صفوی است. به هر صورت دوره صفوی قطعا و مستند و موثق است. اما مدرسه بر اساس پلان چارگوشی که داره، همونطور که ملاحظه میکنید، این پلان چارگوش که حیاط سنگفرش هم از گذشته داشته، هرچند ترمیم شده، ولی از گذشته این حیاط سنگفرش داشته، حوضی در وسط و آبی را که توسط آب رودخانه زیارت خاص رود از مرکز شهر استراباد قدیم میگذشته و در درون شهر تقسیم میشده، یک شعبش وارد میشده، وارد مدرسه مادی میشده. البته بعدها در درون گذر درب نو چاه زدن، آب اون چاه روان کردن داخل مدرسه مادیه. به هر صورت آبش اینگونه ترمیم میشد. 16 حجره در اطراف پلان چارگوش مدرسه فعلا موجوده. حجره ها و کل مدرسه در سالهای اخیر ترمیم و تعمیر شده است، اما اصلش و فضای کلی به هیئت شکل اصلیش همون مدرسه دوره صفوی است. شاخص های این مدرسه، یکی وجود مؤذنه است که در بخش غربی و ورودی این مدرسه واقع شده. مدرسه دارای یک دروازه بسیار بزرگه که بر روی دروازه ورودی غربی مؤذنش واقع شده. یک مدرسه بزرگ داره که درست روبروی دروازه ورودی و در قسمت شرقی که پشت سر بنده است واقع شده، شاید مورد ملاحظه شما هم باشه. این مدرسه سالیان سال شاد در طول 450 سال بزرگترین مدرسین و علمای بزرگ شهر گرگان یا استراباد سابق به خودش دیده. بقیه حجره هم که متعلق تعلق داشته به محصلان و طالبان علم بوده. به هر صورت این مدرسه یادگار بزرگی است که تاکنون باقی است و ما اینو به عنوان یک میراث بسیار با عظمت دوره صفوی در استان گلستان فعلی که ایالت سابق گرگان یا استراباد بوده، ما فعلا به عنوان میراث داریمش. بسیار عالی. در بافت تاریخی شهر هم هستش. خوبی کردید. در بافت تاریخی شهر گرگان، عرض کردم، محله میدان، که این بافت تاریخی محله میدان گذر درب نو، بافتای دیگر هم داره، مثل خانه کبیر، مثل خدمتتون عرض کنم دو سه تا مسجد کوچکی که هست، یکی حمام قدیمیه، ارزم بده، بازار کهنه استراباد و کوچه هایی که و معبرها، کوچه هایی که هستن، بازار کهنه استراباد هم اتفاقا در حاشیه همین مدرسه مادی. بله. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. تو بخش بعدی جناب آقای دکتر کتولی برامون از خانه کبیر برامون خواهند گفت و همینطور فضای تاریخی که در شهر گرگان هستش. شما بهتر و بیشتر با این فضای تاریخی آشنا خواهید شد. پس همسفر ما در سفر امروز باشید.
به نام خدا. با سلام خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر، بنده حسین کتولی هستم، مدیر دفتر بهسازی و احیای بافت تاریخی گرگان و مشاور شهرداری گرگان. اینجا خانه تاریخی کبیر در بافت تاریخی گرگان، اولین بافت تاریخی ثبت شده در کشور به سال 1310 باشد. بافت تاریخی گرگان مجموعی متشکل از بناها و خیابانها، عناصر کالبدی و عناصر طبیعی که مثل همه بافت‌های تاریخی عناصری شبیه مثل خانه‌های تاریخی، کاروانسراها، بازار، مساجد، آبنبارها، حمامها، مدارس، امامزاده ها رو داره و یک ویژگی بسیار منحصر به فردش اینه که بافت تاریخی گرگان مبتنی بر مرکز محلاتی است و این مرکز محلات مبتنی بر تکایا هستند. در واقع عنصر اصلی که بافت تاریخی گرگان رو شکل میده و وجه تمایزش یا حداقل یکی از وجوه تمایزش با سایر بافت‌های تاریخی کشور، این مرکز محلات و تکایایی هستند که در ایام محرم برای عزاداری سید الشهدا و در غیر ایام محرم به عنوان یک کانون خدمات محله عمل می‌کنند. بافت تاریخی گرگان شامل 17 محله تاریخی است که این محلات و مرکز محلاتشون تا یک حدی به صورت مستقل عناصر اصلی زندگی رو در پیرامون خودشون داشتن، به نحوی که تقریبا هر مرکز محله شامل یک بازارچه کوچیک، مجموعه تکایا، مساجد، مدارس، حمام، آبنبار و حتی قبرستان اختصاصی خودش بود و اینها در طول تاریخ رشد کردند. بعضی هاشون تا به امروز کاملا تقریبا با همون حالت موندن و بعضی هاشون، خب بعضی از عناصرشون خدشه دار شده و ضعیف شده. بافت تاریخی گرگان 3 محله اصلی داشت و چندین زیر محله فرعی: محلات میدان، محله لندبندان و محله سبز مشهد 3 محله اصلی بافت تاریخی گرگان هستند که محلات فرعی و راسته های متفاوتی از اینها منشعب می شدند. اینجا ما در محله دوشنبه‌ای هستیم و که در واقع زیر مجموعه محله میدان میشه و خونه تاریخی کبیر یکی از بزرگترین مجموعه های تاریخی مسکونی شمال کشور با یک عرصه حدود 2500 متر و اعیانی حدود 1500 متر مربع که خب البته در طول تاریخ بعد از حدود حداقل 150 سالی که از عمرش هست بر اساس ماده تاریخی که روی شیرسر اون هست توسط ورثه تفکیک شده و بخشیش الان قابل استفاده توسط گردشگران محترم هست و بقیه هم در حال تملک و بهسازی است. بافت گرگان یک بافت درونگرا و برونگرای همزمان هست، یعنی متفاوت از بافت مناطق فلات مرکزی مثل بافت یزد، مثل بافت کاشان یا مثل بافت اصفهان.
شما وقتی که در کوچه های بافت گرگان قدم میزنید، به خاطر بحث های اقلیمی و ساختار معماری که وجود داره، خونه ها و فضاهای معماری به سمت کوچه نگاه میکنن. یعنی شما پنجره های بسیاری، حتی درهای بسیاری به سمت کوچه میبینید، به نحوی که این خودش یک ایجاد امنیت میکنه و فضای درون و بیرون رو به همدیگه وحدت میده. یعنی شما 11 شب هم توی بافت تاریخی گرگان قدم بزنید، احساس ترس نخواهید کرد، به خاطر اینکه احساس میکنید یک بخش زیادی از کاربری های مسکونی که اونجا هستن با شمایی که در طول کوچه دارید راه میرید و قدم میزنید در تماسن. این یک ویژگی منحصر به فرده. ما همچین چیزی رو در بافت های فلات مرکزیمون یا در بافت های تاریخی جنوب کشور یا شمال غربی کشور نداریم، به خاطر مسائل اقلیمی که اصل معماری اینجا رو مسئله تهویه می‌سازه و اینکه مشکل رطوبت رو به نحوی حل بکنن. به خاطر این مشکل رطوبت بناها غالبا کرسی چینی دارن و این کرسی چینی بخششون گربه رو دارن، یعنی در واقع زیر طبقه همکف یا خالی است و یک فاصله معقولی داره با کف زمین که رطوبت رو بالا نکشه. طبقه همکف فضای زندگی و طبقه بالا هم میتونه فضای زندگی یا بهار خواب باشه، مثل همین خونه کبیر که شما یک معماری نیمه باز رو توی یک خونه اعیانی در طبقه اول دارید که همه طرفش بازه و فقط یک سقفی داره و برای تقریبا 3 فصل سال مناسب زندگی کردنه. و به علت مسئله اقلیم و تهویه و بادی که باید در ساختمون جریان پیدا بکنه تا اون رطوبت اشباع رو از بین ببره، ساختمون ها همگی از سمت جنوب و سمت شمال و بعضن در بعضی از سلول ها و اتاق ها 3 طرفه یا 4 طرفه ما تهویه رو میبینیم و این باز شدن رو میبینیم. بدین ترتیب اصلی ترین ویژگی معماری گرگانی طبیعت گرایی است. البته که این طبیعت گرایی اصلی ترین ویژگی معماری ایرانی است. یعنی ما در یزد یا بوشهر یا تبریز هم وقتی که معماری رو به خصوص در معماری عوام، نه معماری اعیانی، بررسی میکنیم، اصلی ترین عامل طبیعت گرایی است. یعنی انسان یک سری امکان زیست داشته، توانایی زندگی داشته، مصالحی در اختیارش بوده و اون مکنتی ایجاد کرده و ساخته و شروع به ساخت کرده. برای همین حد اکثر استفاده پایدار از عناصر طبیعی اصلی ترین هم دغدغه و هم چالش بوده برای اون فرد معمار و سازنده و مصرف کننده. معماری گرگانی هم از این ویژگی مجزا نیست. گرگان شهر سفال و سفال پوش هاست. شما اگر از هوا در واقع به بافت میانی گرگان نگاه کنید، البته که الان نسبت به 15 یا 20 سال قبل خیلی عناصری متاسفانه مخدوش شدن، ولیکن اصلی ترین ویژگی رو که میبینید سقف‌های سفالی قرمز رنگی هستن که لابلای اونها هم یه سری بوته های طبیعی هم رویدن، به خاطر اینکه اینجا هر جایی که این فضا مناسب باشه گیاه میرویه. از لابلای سفال ها در سقف ها تا بین دیوار دوتا خونه شما این گیاه رو میبینید و گیاه و طبیعت و آب یک عنصر جدای ناپذیر هست است در معماری اینجا. یک ویژگی بسیار برجسته معماری اینجا
کم بودن توده به نسبت فضاست. یعنی شما اگر یک خونه گرگانی رو ببینید که مثلا یک عرصه 2500 متری داره، خب اگر همچین خونه ای رو شما در یک جای دیگه ای در کشور ببینید، انتظار دارید که بیش از 50% این مساحت سرپوشیده باشه و اختصاص به اتاق یا فضاهای زندگی داشته باشه. در گرگان اینجوری نیست، نسبت توده به کل مساحت بسیار پایینه. اینم به این دلیله که یک بخش بسیار زیادی از زندگی اصولا در فضاهای باز و نیمه باز شکل میگیره. یعنی یک خونه عیانی مثل این خونه کبیر در همین قسمتی که الان ما هستیم یه چیزی حدود 1400 متر مربع عرصه داره، ولی شاید به زور بشه از تو 6 تا اتاق پیدا کرد. یعنی یک فضای 1400 متر مربعی برای یک خونه عیانی تقریبا 4 تا یا 5 تا فضای زندگی و یک دونه مهمان خونه در واقع یا اتاق ایوان به قول خودشون یا اتاق ارسی در واقع داره. این به این دلیلی که در بسیاری از زمانهای سال به خاطر نوع اقلیم اینجا بسیاری از کاربری ها و اتفاقات زندگی در خارج از فضاهای بسته اتفاق می افته. کما اینکه خود فضاهای بسته هم وقتی که پنجره هاشون باز میشه و اون گردش هوا و نور داخلش میاد یک جور فضای نیمه بسته هن. و غیر اون اصلا امکان زیست فراهم نیست. شما در گرگان مثل بسیاری از شهرهای شمال کشور داخل یک فضای بسته قرار بگیرید، رطوبت اشباع شرایط نامطلوبی براتون به وجود میاره. با سلام به بینندگان خوب برنامه همسفر، طاهری هستم، معاون شهرسازی و معماری شهرداری گرگان. تشکر میکنم از حضور عوامل محترم این برنامه توی شهرمون. امیدوارم که این دست برنامه ها باعث این بشه که صنعت گردشگری توی سطح کشور رونق خوب و بهتری رو ایجاد بکنه. خب شهر گرگان یکی از بهترین شهرها با جاذبه های گردشگری بالا جهت مسافرین و توریست و گردشگریه. اون چیزی که شاید اکثر مردم کشورم آشنا باشن با شهر گرگان و بیشینه ذهنی و تاریخی دارن، طبیعت و مکانهای طبیعی شهرمون مثل محور نارخوران و خدمت شما شود که جنگل‌های حاشیه شهر گرگان و یا تو استان گلستان دریا و جنگل‌های شبیه پارک جنگلی علنگدره که کم و بیش برای اکثر مردم کشور شناخته شده، اکثرا شاید حداقل یک بار از این فضاها بازدید کرده باشن. اون چیزی که من امروز قصد دارم برای همیهنان عزیزم معرفی بکنم که شاید کمتر بهش توجه شده و گرگان ما بیشتر دوست داریم با این عنوان نیز شناخته بشه، غیر از بحث اکوتوریسمش، بحث بافت تاریخی و میراث فرهنگی شهرمونه که خدمت شما شود که ما الان توی یکی از محورهای زیبا و بهسازی شده بافت تاریخی گرگان هستیم. بافت تاریخی گرگان اولین بافت ثبت شده کشور در سال 1310 به مساحت حدود 140 هکتار. خدمت شما عرض شود که شاید سالهای گذشته کم توجهی که نسبت به این بافت ارزشمند و این بناها و این معابر و خانه های فاخری که توی این محدوده وجود داره باعث شده که کمتر این محور و این بنا و این بافت شناخته شده باشه. اتفاقاتی که ما توی شهرداری و دستگاه‌های دیگه زیرب توی این حوزه مثل میراث فرهنگی و راه و شهرسازی مد نظر دارن که انجام بشه، بحث احیا و مرمت بافت تاریخی و به نوعی برندسازی این بافت به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شهرمونی که انشالله با کمک
معرفی این جاذبه ها توسط رسانه ها به خصوص رسانه ملی و برنامه هایی مثل برنامه شما که بافت تاریخی گرگان که مثل یک گوهری در داخل یک صدف که کمتر خدمت شما شاید دیده شده به هممیهنان کشورمون معرفی بشه. اون چیزی که من مد نظرم در خصوص بافت ارائه بکنم که هممیهنان عزیز ما با رغبت بیشتری، خب الان توی یه دو سه سال اخیر اتفاقات خوبی توی بافت افتاده، بازسازی محورهایی که صورت گرفته و معرفی حداقلایی که صورت گرفته. ما بعضن داریم گردشگرا و مسافرینی که فقط با نیت دیدن بافت تاریخی گرگان وارد این شهر شدن. شهرداری گرگان و دستگاه‌های متولی توی این حوزه توی سال‌های اخیر، توی یکی دو سال گذشته، اون چیزی که مد نظرشون بوده در خصوص بافت انجام بدن یک معرفی این بافت و ارائه عملکرد و احیای این بافت. ما توی یکی دو سال اخیر تو بحث زیرساخت‌ها و خدمت شما عرض شود که بازسازی سیما، جداره و کف این محور را اقدام کردیم. خب همینجور که مستظرین، باز من جهت استعذار عرض بکنم، بافت تاریخی گرگان و بازار حاشیه این بافت یا در به نوعی کنار همین بافت تقریبا در حال حاضر قوی ترین بازار شهر گرگان هم هست که بیشترین حجم مبادلات و خرید توسط مردم شهر و استان ما از همین حوزه انجام میشه. لذا یک بافت زنده‌ایه که این بافت زنده در این حالی که یه فرصته، بعضن شاید خدمت شما شاید که توی ارائه خدمات و عملیات‌های عمرانی که لازم جرجرت بهسازی و احیا انجام بدیم ما رو دوچار مشکل میکنه. ما در این حالی که مردم اینجا ساکن هستن باید بتونیم ارائه خدمات هم داشته باشیم که زندگی مردم دوچار مختل نشه. ما وارد شدیم شهرداری گرگان تو این حوزه که انشالله بتونیم ما اتفاقی که توی سالهای آینده بیفته و الان کم و بیش شروع شده، مهاجرت معکوس به بافت، یعنی کسای ساکنایی که توی این بافت بودن و به دلایل سختی زندگی توی این قسمت ها وجود داشته الان مهاجرت کردن به سایر نقاط شهر گرگان، برگردن همینجا و این خانه ها یک ارزش اقتصادی پیدا کنه که با ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری بشنیم انشالله عملکردهای خوبی داشته باشیم. ما توی همین بعد از اتفاقاتی که بعد از اقدامات شهرداری گرگان و سایر دستگاه مثل میراث و راه شهرسازی انجام شد، خب بخش خصوصی وارد شده. ما الان چندین مورد خانه‌ای بازسازی شده با کاربری‌های عمومی همچون اقامتی و خدمت شما شاید که پذیرایی که خب یکیش همین حاشیه همینجا هست که میتونید دوستان تصویر برداری بکنن. باید بافت ما به همین سمت بره که توریست و گردشگر و مردم شهر ما لذت ببرن وقتی وارد این بافت میشن و این سیاست رو روی کردیم ما داریم انشالله که با کمک شما و همه دستگاه و حمایت خوب خدمت شما هست شود که مردم و مسئولین و صبوری که دارن همشهریان ما و این نگاهی که امروز دیگه تغییر کرده، امروز دیگه نگاه به بافت یه نگاه تهدید نیست توی شهر گرگان، یه نگاه فرصته و حتی ساکنین همین بافت و مردم همین بافت با این نگاه که این بافت خدمت شما هست شود که میتونه یک از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای توریست و گردشگری توی شهر ما باشه دارن زندگی میکنن و ارائه خدمت میکنن. مجدد دعوت میکنم و تشکر میکنم از برنامه خوب شما. امیدواریم که یه روزی بشه که همه مردم شهر گرگان، همه مردم کشورمون با این که بیان گرگان و بافت تاریخیش رو یک بارم شده از نزدیک نگاه بکنن تصمیم بگیرن و ما انشالله بتونیم میزبان خوبی براشون باشیم. بافت تاریخی شهرهای مختلف با هم متفاوت هستن. ما الان خوشبختانه در اکثر شهرهای تاریخی کشورمون این بافت تاریخی رو داریم میبینیم که زنده است، پویاست و بهش رسیدگی میشه. تو توضیحاتی هم که داده شد مشخص شد که این بافت تاریخی که ما داریم بهتون معرفی میکنیم همچنان زنده و پویا هستش. اما ما الان رسیدیم به منطقه نلبندان. حالا توضیحات آقای مطفی برامون توضیح بدین که به چه معنا هست نلبندان و چه اجزای تاریخی داره این محله. خدمتتون عرض کنم که نلبندان یکی از محله بزرگ استراباد از گذشته بوده. استراباد منظور گرگان فعلیه. محله میدان، محله نلبندان، این دوتا با هم وصل هستن. محله نلبندان از بزرگترین محلات بوده و در اینجا دارالحکومه شهرم وصل بوده.
علاوه بر آن بازار یکی از دو بازار بزرگ استراباد هم در محله نلبندان یعنی بازار نلبندان واقع بوده که هنوز هم این بازار بیادگار به عنوان میراث فرهنگی و میراث قدیمی این شهر باقی مونده. به هر صورت این بازار نلبندان وچه تسمیه اسمش برگرفته از بازار همون نلبندانی است که در ضلع غربیش کاروانسرایی داشت در گذشته تا اواخر دوره قاجار. در اینجا موقعی که حمله بار میکردن طریق بندرگز و گمشتپه یا گمشان فعلی بار وارد نلبندان میکردن در یک بخش اینجا دپو میکردن. همون زمان چارپایان به ویژه اسب برای نعل کردن در یک گوشه از ضلع غربی نلبندان اونجا نعل میکردن که به همین دلیل اون قسمت راسته یا راستی نلبند و نلبندان برای این اسم باقی مونده بچه تصمیش. اما این بازار از گذشته دور اون چرا که مقدسی هزار سال پیش گفته تقریبا هزار سال پیش این بازار وجود داشته بازار نلبندان با توجه مسجد جامع. عناصر مهمی که در این بازار بوده مسجد جامع هزار ساله، مدرسه دارالشفا، خدمتون عرض کنم که تکایای قدیمی و همچنین امامزاده نور یا بوقه امامزاده نور که اینم در حاشیه تقریبا شمال غربیش واقع میشه از عناصر تشکیل دهنده مهم محله نلبندان بوده. البته آبانباری هم داشته که دیگه از این آبانبار چیزی باقی نمونده. خیلی ممنون از توضیحاتتون. من این رو به شما بینندگان عزیز بگم که طبیعت سرسبز و زیبای گرگان خیلی دیدنی و رویایی هستش. بحث ناهارخوران و به هر حال اون جنگل هایی که در اطراف شهر گرگان هست فوق‌العاده زیباست. حتما دعوت میکنم که بیاین و از دیدنیاش لذت ببرین. صحبت پایانی شما بینندگان. درود دیگرم به شما و همه بینندگان دارم. امیدوارم که برنامه‌ای که براتون تنظیم شده باعث کشش و همچنین آمدن به عنوان گردش و تفریح به این منطقه حتما راهگشا باشه. انشالله.